عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تو قمر در عقرب کار ما چنینه. جنازه من رد بشن بخوان آقا جون من رو دیپورت کنم، اصلا میرم سفارت زمین شکایت میکنم. نه اصلا به اونو چه؟ میرم سازمان مهاجرت مریخ شکایت میکنم. آره نه میرم سازمان سیارات متحد. بس میشینم اینقدر میشینم تا جواب بدم. لونا رو نشناختم. آره لونا به این راحتی کوتاه نمیاد. لونا کیه؟ مامانته دیگه. لونا کیه؟ این مگه لونا نبود؟ عزیزم لونا و لونا یکی دیگه مامانته. آخه یه جوری گفت فکر کنم منظورش کسی دیگه ایه. خیر بانو عزیز من انقدر خودتو عصبانی نکن، اصلا ارزششو نداره. ما هنوز یک ماه وقت داریم، کلی کار میشه کرد. تو چشم هم بزنیم یه ماه تموم میشه. بابا چشم هم بزنیم که اینجا خیلی باید چشم هم بزنیم. آخه جون خب یه ذره شما هم نگران باش تو رو خدا. ای بابا لونا من خیلی سرم عزادارم و یه خود رعایت کنید. من یه ساعت نیست نامزدم فوت کرده. ما میتونیم با خرید ملک براش اقامت بگیریم. من خودم تبلیغ آژانستون رو دیدم. با خرید ملک از املاک ما را اقامت مریخ بگیرید. دیگه این صدا رو در نگیری. چشم ناصر. اینا هم آدم شدن واسه ما مریخ کرد. تو همین 300 سال پیش 2 میلیون مخ باید جمع میکردن بیان سیاره زمین از نزدیک ببینن تو تعطیلات. الان واسه من اقامت دارم میدن. صد بار گفتم جلوی بچه حرف سیاسی نزن، پس فردا میره مدرسه همه اینا رو تکرار میکنه داستان میشه. بابا نمیگه گاندی، مگه احمق میگه؟ بله چون احمقم اتفاقا میرم میگم. من شنیدم به نخبه های علمی اقامت علمی میدن. ببین خب گزینه بعدیت هم بگو. پناهندگی. نمیتونیم برای آقا جون پناهندگی بگیریم ها؟ نه 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 اصلا حرفشو نزن. اتفاقا یکی از اقوام عفی همین چند سال پیش اومد پناهندگی گرفت، الان 50 سال تو کمپ اقامت قمر فوبوسه. اقامت کاری بهم نمیدن؟ بی زمینیان نمیدن. قدر زمین خودمونو وقتی نمیدونیم، وقتی قدر زمین خودمونو ندونستیم، این مریخیا که تو همین چند سال پیش تو همین خاک مریخ دنبال خرچ و سونک میگشتن بخورن، الان واسه ما
با سیاسی شد یسی؟ نمیفهمی به عقل بچه داری زیادی حساب میکنی ها؟ خوشی روم با این بچه نمیگه آخه احمق بایی چرا نمیفهمه من با چه زبونی باید بهش بگم بابا من احمقم چی؟ بابا نه اگه برای این یه بابا پیدا کنیم اقامت مریخو داشته باشه به اینم چون بچهشه اقامت مریخو میرم شست و هفت بابا رو نمیشه پیدا کرد بابا باید بابای واقعی باشه بابا رو نمیشه بابا که بابا نمیشه این 67 رباته دیگه بابا چی حالیش آخه بابا نداشت آخه بابا نداشت خب با این حساب تنها راهی که میمونه اینه که برای آقا جون بگردیم و یک زن مریخی پیدا کنیم بیاد شما رو بگیره باریکلا این گزینه خوبیه باید بریم رو زن مریخی تمام آقا زن مریخی از کجا پیدا کنیم حالا اصلا واسه چی باید یه زن مریخی بیاد اینو بگیره من تو احمق نبودی؟ بله پس ببند دیگه چشم ببین اینا فهمید من احمقم اونا فهمید چی میگی آقا جون مگه شما تا همین لحظات پیش عزادار نبودیم برای نامزد سابقتون من که تا آخر عمرم نمیتونم عزادار بمونم که اونا خودشون بعد از 40 دقیقه گفتن 40 شد رخت عزاشون رو کندن مال من چقدر بفرما یک ساعت هم گذشت من تو سالش هم وایسادم بکن دیگه بره اگه بکنه که بکن بره منم بکن بره بالا که حرف بخونه که دادیم تسلیت از فردا میریم میگریم دنبال زر مریخی شب بخیر فقط خوشگل باشه بچه باز آره آره یه دختر خوب یه دختر خوشگل بسن من نفهمم بابا چیه تو رو خود من نکش برو اسی و لونا رو بخود اینا دیگه عمرشونو کردن بر چه پر لونا رو بکشم و چیه من وقتی نصف شب یه روباتی اینجوری بالا سر آدم ظاهر میشه لابد این مدارش اتصالی کرده دیوونه شده میخواد آدم رو بکشه دیگه تو صاحب منی؟ نه برو بخواب بذار به کارم برسم برن چیه؟ صندوقچه خرته پرته قدیمی منزم باری آوردم بس چی؟ مال حالت قدیمی میگرد این چقدر دنبالش میگشتم این چی هست این اینه کی گشت مسواک بچگی هم آخه مسواکه؟ آره بابا کل بچگی هم با همین مسواک میزدم البته قبول دارم یه ذره بزرگ درستش کردن واسه بچه خیلی سخت تو دهنم جا میشد از هیچ چیزی واسه همون درست کردن انقدر اصلا به پشت آدم نمیرسه اخه نینی بانو پورش دالین وای آخه چقدر من بچه بودم این با من بازی میکرد زنم بود دیگه آخه اومده بودن خواستگاریم یه عروسی بزرگ گرفتیم تو نیوکردان و اصلا ما هم دیگه رفتیم زوالفه کن با عروسه آخه چقدر علکی با هم دیگه بحث میکردیم چقدر دعوا میکردیم و دوباره میومد منت کشی آشتی میکردیم آخه چقدر خر بودم من آخه بالاخره پیداش کردم این چیه؟ هارد قدیمیم واسه چی دنبال هارد قدیمیت میگشی؟ میخوام بابامو پیدا کنم بابا تو؟ فکر ما رو با تو بابا نداریم حالا درسته که توی این حافظه جدیدم هیچی از بابام نیست ولی مطمئنم توی این هارد قدیمی یه چیزایی ازش پیدا میکنم احتمالا اینجا هست آخه ربات چجوری میتونه بابا داشته باشه؟
چجوری نداره؟ همونجوری که تو رو بابا درست کرده منم بابام درست کرده. فقط تنهایی. حالا اینو بس که نشونت میدم چجوری. بکشم بسش کن. این آخه به هیچ کدوم از سوکتات نمیخوره. دقیقاً اون پایینی اینجا رو ببین اینجا رو این سوکت رو ردیفشو بر پایی. یو اس پی بزن. نه نه یو اس پی نه. این سرشو. آه اینو باید درست کنم. درست کنم اون پایین. یه خور پایین تره؟ نمیخوره این بین. من که یه ذره فشارش بدم نگه. فشار نمیخواد. آروم بزنه. این فکر کنم جارف. تو سوکت دشمنت هم اینجوری فرو میکنی؟ اصلا من نمیدونم این صفحه کلید ما رو برای چی این پشت گذاشتن؟ اشکال نه. بذار روشنش کنم. یادش بخیر. نگاه 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 بیم بیم یکی از این فولدرها رو انتخاب کن بالا بالا یه رو انتخاب یه خور بالا دو تا پایین تا پایین یه خور پایین تر یه خور پایین تر یه خور چپ چپ حالا اینجا رو کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن این چیه؟ یادش بخیر این مال اون دوره ای که آتاری بودن فکر کنید دست خلبانی داشتم دست خلبانی میگرفته انقدر حال میداد حالا بزن بعدی الان صبح میشه بابا بزن بعدی نو دوستی ها دارت ویدره دارت ویدره ما رو دوره که انجامم بودم دیگه دوره اوائل 63 این بود بقیه رو بس میکردم به من من تست کیفیت انسانی میگرفتم متاسفانه رد شدید آقای دارت ویدر این بوق من بوده اینقدر کند بود این شمشیرش احمیلو یادم رفته بود تو از برای چی داری نگاه میکنه این مصفت پنجوری نگه کنیزه بعدی یه همون سیفون مستراده سنسور سیستم تخلیه بهداشتی همون سیفون مستردی سنسور سیستم تخلیه بهداشتی سیفون مسترد از هرچی این اصلا دیلیتش کن این دیلیتش کن پایینه رو زن این دیلیتش کن نمی این چلو پاکش نکردم تا حالا سلام پسرم به این دنیا خیلی خوش آمدی خودشه اسم تو میذارم 67 67 بابا این واقعا بابای واقعی بگه برو میخوام با بابام تنها باشم بالاخره پیدات میکنم بابای دیدی؟ 67 دیدی؟ با نیرو تکونش دادم بالاخره تکون کن شرمنده و صحباز همه کارم بود ای بابا بالاخره ولی 2 سانت تکونش دادم شما میگی تکون دادی حتما تکون دادی دیگه چرا یه جوری میگی انگار تکون ندادم من جوری نگفتم اوسا همین الان اینم یه جوری گفتم نیرو در کنار رفت دیدی تکون دادمش با نیرو من که همین الان رسیدم 2 سانت تکونش دادم شما میگی تکون دادی حتما تکون دادی دیگه تو چرا یه جوری میگی انگار تکونش ندادم من جوری نگفتم وایستین الان تکونش میدم با نیرو چشتون دارم ببین من دنبال یه آدرس میگردم آدرس کی؟ بابامو بابامو؟ مال مادر وردی که
این شاریرهای غیر استاندارد نوسان برق دارن. این چیپستوی مادربورد ما هم ضعیف زود خراب میشه. خراب و مادربورد خودته. آدرس نداری بگو ندارم. برای چی توهین میکنی؟ من آدرس همه رو دارم. آدرس کیو دارین؟ رباتین شما؟ بابا ندارین که؟ من مختره رباتای سری 67 رو میگه. بین خودمون بهش میگیم بابا. ولی منتها تا حالا کسی دنبالش نگشته. چیکارش داری؟ خواستم یه چیزی بپرسم. رفتم آدرس کارخونه، اصلا اونجا هیچی نبود. اونو که دیگه جمعش کردن. دیگه کسی 67 نمیخره. شنیدم ورشکست شده. الان فقط یه تعمیرگاه هست که 67 قدیمی‌ها رو تعمیر میکنه. بذار یه سرچ بکنم ببینم آدرسش رو میتونم پیدا کنم. با یه مماری ما دواره گیرفاج کرد. وسط دستت میرسه یه بری با یه مماری ما میری وسط نیرو؟ یه خوره راست، یه خوره راست. پایین 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 آبی و امکرومی، کمکم کن. من کمک میکنم. ای بابا، تو هنوز پیغام خواهر ما رو پاک نکردی؟ شرمنده قبل اینکه 67 بشه از ربات‌های نسل آرتو بوده، جای پیغامگیرم ازش استفاده میکرد. یادش بخیر، چه جنگ ها که در کنار هم نبودیم. استاد رو کار ما رو میندازی؟ فلاشبک زدم. شرمنده، خاطرات جنگ هیچ وقت از حافظم پاک نمیشه. خدا رحمتش کنه، پرنسس لیا همیشه میگفت. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. خدا همه اسیرای کهکشان رو بیامرزه. همین. آدرس رو پیدا کردی؟ آه، پیداش کردم. انگشتتو بیار. ممنون. خیلی متشکرم. صاحب کار، چی میخوای بپرسی ازش؟ خواهم ازش بپرسم که ما رو برای چی به وجود آورده. ببین، اگه بابا رو دیدی از طرف من ازش بپرس چرا با سیویل؟ دیدی؟ دوباره تکونش دادم با نیرو. شرمنده اوستا، حواسم به سیویلم. دوستان تکونش دادم دوباره. شما میگی تکون دادی، حتما تکون دادی دیگه. تو چرا همش یه جوری میگی انگار تکون ندادم؟ چه جوری میگم من بگی؟ ببین باز حالا مطمئنین ازتون خوشش اومده؟ آره بابا، شک نکن. هر دفعه منو تو محل میبینه یه جوری به من خیره میشه. عین عقابا، اصلا چش از رون بر نمیداره. قشنگ معلومه عاشقم شده. حداقل به من بگین کیه دیگه آقا جون. به من بگین. نه اما اینجوری که فایده نداره، هیجانش از بین میره. باید خودت ببینی. تشک تشک ندارم. بفرما. چه کفتیه؟ خب چه کاریه؟ همین پرمشکی رو بزنیم خنک شه، بعدم بخوریمش دیگه. چیه؟ شوخی کردم. آخه کی پرمشکی رو میذاره خنک بشه؟ فرض کن پرمشکی خنک بشه. چه کمدی. پرمشکی خنک. گفتیم من باورم شد. حالا آقا جون، این بانوی که میگین مریخی سبز بود دیگه، سبز پرنگاش خوب باشه. آره آره، مریخی خنک نیستم که. آخه بانوهای مریخی اصلا علاقه به ما مردای زمینی ندارن. و اینا که من بهترین گزینه بودم، چرا من نگفتم؟ آخه مرد زمینی داریم تا مرد زمینی. من زمینم که بودم، حسابم با همه مردای دیگه فرق میکرد. زنا میمردن واسم. تعریف از خود نباشه ها. ببین، من چشمامو تو یه زاویه از نور که قرارش میدم، یا کن هیچ کی نمیتونه مقاومت کنه. چون من الان خیلی راحت دارم مقاومت میکنم دیگه. زنا رو میگم. آها، بله. آخه
عجیب، من همش موردی که شما میگین ند مطمئنی میاد سر کار بابا همیشه همینجاست الناس که پیداشه. خب آقا جون حداقل بگین این بانویی که پیدا کردی خلق و خوش خانواده خانواده نگران نباش خیالت راحت دونا حساسه هم شغل درست حسابی داره هم خوشگله هم با شخصیت و با وقاره واقعا اسی راستش بخوای من بعد از محکل خدا بیامرز اصلا نمیتونم سطح استانداردمو بیارم پایین. البته که باید اعتراف کنم هنوز هیچکی واسه من محکل نمیشه ولی اینم در حد خودش خوبه. آره چه خوبه که استاندارد دارم میام پشت دارم میام پشت خوش ما حالا دارم میام این سمتی الان دیگه الان پشته پشت قشنگ پشت سر وایساده. خب چیکار کنم تابلو نکن یه جوری که نفهمن برگرد مثلا به یه هوایی پشت رو نگاه کن. عجب هوایی خوب. سروان سرهنگ خوبین؟ یه پلیس همیشه خوبه چه برسه به دوتا. دقت کردین پرمشکی اینجا چقدر داغه؟ مگه پرمشکی سردم داریم؟ پرمشکی سرد تو فرض کن پرمشکی سرد بشه. نه منظورم که پرمشکی اینجا داغتر از جای دیگه است. دو تا پرمشکی، یه داغ، یه داغ دوبل. این من داغ دوبل میزنه. آقا ببخش اون بانوی مریخی کور که گفتیم نمیتونم ببینم پشتته. نه بابا پشتم دارم سر دارم سر مادش چی خودش سرنگ سرنگ سر کار گذاشتین منو نه؟ آفر یه جوری گفتی من واقعا باورم شد فکرم جدی گفتی دستم. دارم جدی میگم. یعنی اونی که میگین عاشقتون شده سرهنگ زوکوه؟ آره بابا دیوونه منه. تو نمیدونی چه جوری خیره به من میشه. همش من خیره. خیره میشه چون پلیسه. پلیس خیره میشه چون مشکوکه. خیره نمیشه چون عاشق شماست. یعنی من فرق بین خیره پلیسی با خیره عاشقی رو نمیدونم؟ آقا جون همین مسیری که اومدیم و یه خداحافظی طبیعی میکنیم برمیگردیم. نترس یه خدا بیا برو باش حرف بزن برو. من برم باش حرف بزن؟ من طرف داره باش حرف بزن؟ من چرا باید باش حرف بزن؟ مگه خودتون نگفتین که زشتی که یه مرد بره با زن حرف بزنه بهش پیشنهاد بده؟ خب بعدش هم اون که الان تو کف منه بعدی که من از موزه خودم بیام پایین از موزه جذابیت و این غروری که دارم برگرد باش حرف بزن. برگرد حرف نمیزنیم آقا جون هیچ کدوم حرف هم الان خیلی مستقیم تبیه خودم روز خوش امنیت نعمتی است که شما دو پلیس گرانقدر توانمند به ما هبه کرده اید و چه خوب که شما دو پلیس رو ما در نیوکرج شما نعمتیم. یه جمله اومدی بگی شش تا مکس کردی پنج تا نیم مکس داشتی. جایز مکس من که مکس, مکس نکردم ازش نباید برداریم. جناب سرما جناب چی بخورم؟ بحبه نوش جا پولیس های قیولی که الان پرمشکی خوردین نسوختین؟ آخر چرا؟ ایشون تنها کسی هستن در مریخ یه پرمشکی میخورن نمیسوزن؟ اصلا نمیسوزن؟ خوشون این اصلا نمیزوزه پرمشکی هم خور نزو بریم. من از همین نسوز بودنش خوشم اومده دیگه. اصلا به نظر من دو تا چیز رو باید نسوز انتخاب کرد. زن قابلمه. قابلمه؟ گفتم بابت امنیتی که برای ما ایجاد کردین. بله اشاره پرمکسی داشتی. واقعا گفتم صد بارم بگم کم گفتم دویست بارم بگم کم گفتم شما با این کمالات من دیگه حرف کنم. خب شما با این کمالات حیف نیست تا الان ازدواج نکرده باشین. والا اقدام کردم چند بار ولی هنوز نشو با شما نیستم با جناب سرهنگم. حیف نیست جناب سرهنگ؟ من با شغلم ازدواج کردم. تبریک میگم تبریک میگم. من خب کافی نیست
کافی نیست، یک ازدواج واقعی میخواین شما. چرا که با این همه کپ شما چرا خودتون هی وقف امنیت ما میکنید؟ یعنی یه سقف نمیخواین برین توش ازدواج کنین، بچه های فراوان، گرمای خانواده رو داشته باشین. خوبه به نظرم ازدواج کنید، بالاخره خب یکی هست که شما خوشتون بیاد دیگه ازش. شما که دست رو حکی بذارین که نه نمیگه ها. هست کسی؟ بله، یه نفر هست، یه بانی مریخی، من خیلی خوشم. نه جناب سرهنگ، با شما نیستم دیگه، با جناب سرهنگم. ها هست؟ خیر، کسی نیست. خب دیگه میگه کسی نیست. الکی نگو، شیطون بلای نسوز، بالاخره و یکی باشه دیگه. دیگه شما هم که دست رو هرکی بذارین که نه نمیتونه بگه، بالاخره اونم ازت خوشش میاد، یعنی بگی بالاخره به نظرم. یه ذره خب خجالت میکشم بگم بهش، ولی چرا اصلا با شما واقعا نیستم دیگه. ببینید به من میگین بدمرد، خودتون الان همه رو به خودتون میگیرین. با یه وقت با شما هستم، یه وقت با شما نیستم. الان با جناب سرهنگم ها، کسی هست دیگه ازتون خوشش، اونم ازت خوشش میاد بهش بگی. کی از من خوشش بیاد؟ اون قضیه بانوی مریخی هم بود، آقا جون میگفت منتفی شد. آره دیگه، نه ما صحبت همونو کردیم، اتفاقا گفتن که مثل این که با شغلشون ازدواج کردن و قصد ازدواج ندارن و به غایت هم نسوز بود. نسوز یعنی پرمشکی دوتا جلو ما خود نسوز خود. نه این به خانواده ما نمیخواد. همون کن دیگه، دو دقیقه بهت گفتم. نهار نمیدین اینجا؟ برای خواهش. ازی؟ آره. سلام به هر حال. سلام برسون. بله آقا جون هم دارن زحمت میکشن، سلام میرسونن. سلامت باشید. بله. نه دیگه نه، خیلی هم محترم برخورد کردم. بله نه زرهنگ بینم ات بس. چی شد؟ قبول کرد؟ نه متاسفانه. حالا اشکال نداره لونا، چیزی که زیاده زن مریخی. زن مریخی که زیاده، زنی که بهت آقا جون منو بگیره نیست. وا خیلی دلشون هم بخواد. آره درسته دیلاغه، ولی در عوضش خوشتیپه، با نمکه، با مزه، جذابه. نه در مورد آقا جون من داری میگی؟ آره با نمک نبود. چرا خیلی تو دل مورا بود؟ من فکرم شما فقط مرد سبز دارین. یعنی چی؟ یعنی ما نجات پرستیم؟ آره حالا منظورت این بود؟ نه من فقط نه حالا ما نجات پرست که هستیم یه ذره، ولی خب در حال چشای آقا جون هم سبز دیگه. واسه ما یکم سبز بسته. اصلا چیه همه مد شده دسته یه مرد سبز رو میگیرم و خوش من این ورمر؟ تو فکر کن دست شوهر روشنتو بگیری ببرش این ورمر. بر خاص نیست اصلا؟ خیلی خاصه، چش همه در میاد. چه جالب، پس یه امیدی هست که یه زن مریخی بود آقا جون منو بگیره. وا معلومه. خب راستش اگه به من میگفتی من خودم همین فردا میمدم خواستگاری آقا جون. بفرما لونا جان. اگه اجازه تو میامدی خواستگاری آقا جون من؟ بله، ولی جنابالی به من که نگفتی، رفتی به غریبه ها گفتی. من چه میدونستم تو میامدی خواستگاری آقا جون من؟ خب خودت چرا زودتر نگفتی؟ خب من چه میدونستم اگه به تو بگم قبول میکنی؟ تو که از من خوشت نمیاد عزیزم. خب دلیل نمیشه که من از تو خوشم نمیاد، مهم اینه که آقا جون من تو خوشش بود، که حتما خوشش بود. کی از تو بهتر؟ نه نه قطعا از تو بهتر کسی پیدا نمیشه. ما راجع مظلوم بین اون آدمایی که بخوان بیان آقا جون منو بگیرن. یعنی چی؟ من نمیتونم آقا جون تو رو بیان بگیرم؟ لونا جان چرا؟ یعنی داری شوخی میکنی ها؟ من هم قد تو هم که با تو شوخی کنم دراز. نه ولی تو میدونی که آقا جون کیه ها؟ همون که دیلاقه، موهاش اینطوری خوشش فرفریه و خیلی بد میخواد. خجر سبزه دیگه. مارا جون درسته تو رئیس منی، ولی لطفاً پا تو از زندگی ما بکش بیرون. لونا قولشو اول به من داده بود. چرا بی خود حرف میزنی؟ من کی به تو قول دادم؟ من به یه قول دادم؟ من اصلاً به تو قول ندادم. همون پیشنهاد مارا جون وسوسه‌ت کرده. ولی اینو بدون، همه چی ریخته قشنگ و قد کوتاه و پول زیاد نیست. این عشقه که خوشبختی میاد. اولا اینکه ریخت قشنگ و قد کوتاه و پول خیلی هم مهمه. بعدش هم کی گفته که من عاشقش نیستم؟
دوستشم داری؟ عاشقشم. نه اشتباه نکنی، منم که آقا جونت رو خوشبخت میکنم. چجوری میخوای خوشبختش بکنی؟ من میتونم کلید پنت هاوس بارسون بهش بدم. دیگه پول نداری بدبخت. پنت هاوس؟ امشب بیم خواستگاریش؟ نه نه یه نه چرا نهایی خواسته کنی؟ امشب بیم ناسلامتی ما فامیل. چرا خندیدی؟ مامان کردی؟ قیافشو ندیدیم. ببین ببین تو من میذاشتی من برم خواستگاری امشب. من یه ساعته میخوام بهت بگم اینو دارم سر کار میذارم، هی گوچو 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 میکنی. سر کارم گذاشتی؟ نه تو باز نکردی، من واقعا میام خواستگاری. چی دیدونه تو؟ یادت نره خنگ باور میکنه دیگه. نه خنگ دیگه. من گفتم خنگ؟ من هی بهت میخوام بگم تو هی یک کلمه دیگه حرف بزنی چنان خوشت میکنم که اون لازه کوچیکت رو در بیارم. سلام آقا. سلام آقا، امرتون. ببخشید انگار بی موقع مزاحم شدم، میرم بعدا. نه 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 نه، اتفاقا کار خاصی نداشتم، در خدمت شما. امرتونه بفرمایید. نه صبر کن صبر کن، خودم بگم ببینم باتریتون انرژیشون نگه نمیداره. اوکی اصلا من هیچ وقت شارژ نگه نمیداشت، ولی برای یه موضوع دیگه مزاحم شدم. صبر کن صبر کن، خودم بگم. دوست دارم خودم بگم خودم بگم. ببینم دریچه باتریتون گشاد کرده؟ اون اصلا از روز اول وقتی من یادم میاد گشاد بوده. گشاد بوده. الان ولی یه مشکل دیگه داشتم برام اومدم. اگه گفتی؟ اگه گفتم؟ خودت بگو. بفرمایید. من در خدمتم. خودم میگم. راستش چجوری میگم؟ اومدم اینجا ازتون بپرسم که منو برای چی ساختید؟ برای چی ساختم؟ خب طبیعیه، برای این ساختم که شما به آدم ها کمک کنید. همین؟ یعنی هیچ دلیل دیگه نداره؟ خب دیگه یه دلایل شخصی هم داشته، نمیشه که. واقعا چه دلیلی؟ بگه من به شخصی چه دلیلی؟ ببینید واقعیت اینه که وقتی آدم یه چیز رو درست میکنه به وجود میاره ازش لذت میبره، چون معروف میشه، شناخته میشه، بهش اشاره میکنن تو این کارو کردی، آفرین بر تو، آفرین بر من که این کارو کردم. یه چیزی؟ بله یه چیزی. من رو بگو فکر کردم بابام پیدا کردم. صبر کن ببینم، صبر کن. بابات؟ تو میخوای بابا داشته باشی؟ آره خب من دل ندارم. نه حالا هرچی اصلا من دل ندارم، تو که داری؟ خب دارم. تقریه عشقی، علاقه ای، یه احساس پدری، هیچی؟
برو صندلی رو برد بیار. بشه با تمرکز خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ ببین جانم، بعضی از این دوستان شما 67 وقتی میان سراغ من اظهار میدارن که ما خودمون یه جوری با شرایط وقف دادیم، یعنی آداپته کردیم، آپدیت شدیم، ولی اتفاقی که برای تو افتاده دیگه از آپدیت گذشته، الان جهشیه. بله جهش. یعنی چی؟ تو دیگه 67 نیستی. یعنی من 68م؟ برو بالاتر. 69؟ برو بالاتر. چند؟ 70؟ چند شدم؟ در واقع میشه گفت تو الان یه نیمچه آدمی. آدم؟ نه نه، نیمچه آدم. بالاخره من آدم شدم. آقا جون، اسی لونا، ممنون که سرهنگ، خدمت شما، هر دوتا رو آوردم. این چه وضعیه؟ چرا اینجوری دستبند زدی؟ همین که دیگه نه، چه دلیل داشتی؟ چون از اون برای خاطر اینکه یه طوری زده بود که اگه درست می اومدین پشتمون به شما بود. بفرمایید. من کاری ندارم. الان خوبه، من برای احترامش. دیدین این خوبه؟ حالا الان نگاه کنین. درست شد. همون خوبه، احترام گذاشتید. بعدم زحمتی نبود اصلا. چرا ایشون اومد؟ ما خودمون می اومدیم. بازداشتگاه شما که در نداشت که، میدونستی؟ مگه باید در داشته باشه؟ مگه زندان در داره که بازداشتگاه در داشته باشه؟ بازداشتگاه و زندان در نداشته باشه، خب زندانیا در میرن. اه نه دیگه، ما همون اول به زندانی میگیم در نری ها، در نری ها، در نری. خب چرا میارنشون زندان؟ تو خونه بهشون بگین در نری. خب خونه در داره دیگه، یا در میرن اونجا. آره این میاری. لولا جان چرا اینقدر دیر اومدی؟ من دلم پوستید تو این زندون. لولا من داشتم دق میکردم، دق مرگ میشه، نفسم بند اومده. اسی فقط نیم ساعت شد. نیم ساعت شد این یک عمر برای من گفت، چون من بیگناه رفتم. خب میفرمودین شما. این نفر رو چون قربانی این عمل من بودم گذشت کرد. شما خیلی محبت دارید زکو بانو. ولی اگه کسی دیگه ای بود کار آقای اکبری حداقل 20 روز زندانی داشت. من چه ربطی داره؟ جزا من اینجا داشته فقط پرمنشتی خوش بابا. ببخشی 20 روز برای چی؟ من چی کار کردم؟ سرواندمون چی؟ سرهنگ زکو تو. آی آی دنیای فایلی. من اینجا اصلا آزاده، میخوام من برمشتیم. یه جایی نیاز شد. ایجاد مزاحمت مرد برای زن، دو روز. انجام عمل ناشایست هنجار شکن در ملاء عام، اونم خواستگاری مرد از زن، 5 روز. بله. و ایجاد مزاحمت فرد ناسبز برای فرد سبز، 15 روز. سرجم میکنه 2-4 تا از اون 1-5 داریم. اگه مسئول لایشو بگیریم 22 بابا سرمان. جناب سرمان عزیزم، 7 و 15 22. ببینم اگه سبز مزاحم ناسبز بشه چی؟ خیلی راحت با یه تذکر شفایی براش آرزو بهترین رو میکنی. هر جا هست خجالت نمیکشین؟ این کارتون تای نجات پرستیه. ولی منو بیگناه بردی. اینجا مریخ آقای اکبری، شما طبق قوانین ما زندگی میکنید، البته تا حدود 1 ماه آینده. دیپورت که شدید توی سیاره خودتون مزاحم هر نژادی که دلتون میخواد بشید. واسه ببینم خبرها چه زود میپیچه. به هر حال ما درخواست استیناف دادیم. از من میشنوید روش حساب نکنید. چرا؟ چون بانون تا کیساشو تا دم سفینه دیپورتشون بدرقه نکنه ول نمیکنه. ولی ما به هر حال از طریق قانون پیگیری میکنیم. ولی ما به هر حال از طریق قانون پیگیری میکنیم و هر طور شده، هر طور شده جلوی دیپورت شدن آقا جون رو میگیریم. هر طور شده. چرا نیلگام رو امتحان نمیکنید؟ نیلگام کی؟ ندی برگشته، عتیق فروشی رو جمع کرده، دفتر مهاجرتی زده. نیلگام ندی خیلی کارشو خوب بلده. واقعا بلده. واقعا بلده. خب خیلی خوبه. ندی
همونتی که فروشه گهواره اسکندر و ضد هوایی و اینا؟ بله آقا جون، بله همونه. فقط چرا آروم دارین حرف میزنین؟ همه چون اینا آروم حرف زدن. میشه بلند حرف زد؟ راحت میشه بلند حرف زد. ادی کارش درسته، بریم پیشمون. نه نه نه، خیلی ممنون، خیلی ممنون. باز کن، باز کن، بریم بابا. بازه بازه بازه. برای چی دست من داری؟ دارن دیگه، پلیس ها همیشه دارن. بعد این صورتیه باره بابا بازه می اومد. بازه خب بریم زودتر. دوست نداری من برم؟ نه؟ حواسم بهت هست. اینا بردارم. صورتی فقط مال خودم. اگه میخوای فردا بیا یه دونه سبزشو دارم بده. برو. تو واقعاً دوستشون داری؟ یه دوست داشتن راستاسکی؟ آره خب همه شنو دوست دارم، مخصوصا لونایی ها. البته این شوهرش اسیب گاهی وقتا رو مادربورد آدم را میره، ولی من مادربوردم دریاست، هیچ اونم دوست دارم. نه امکان نداره. یعنی نباید دوستش داشته باشم؟ نه که نباید دوست داشته باشی، آخه تو یه رباتی، کلن نباید بفهمی دوست داشتن نداشتن چیه. یه چای لطفا. دوتاش کن داداش. دوتاش کنه؟ نه صبر کن ببینم. مگه تو چایی میخوری؟ آره بابا چایی که آبه. وقتی که ناصر از یخ در اومده من قضا هم میخورم. آخه تو مزه نمیفهمی که. بابا یه بار کوبیده بخوری میفهمی مزه یعنی چی. آخه. یعنی اصلا با لبات بازی میکنه. چرا؟ گوشتو اینجوری میکشی سر سیخ. نه. میذارش رو آتیش سخته گرفتم لیمو میگیرم لای سنگه دیگه. تو شیش مون نمیخوای بری تعویض روغنی اینقدر چربه. آخه تو دستگاه گوارش رو دفت نداری که. گفتی دستگاه دفت، مشکلمون فقط همونه. اگه یه دستگاه دفت هم برامون طراحی کرده بودی دیگه همه چی تموم بود. هر بار که میخوری میره لای این چرخ دنده ها و مدارا گیر میکنه داستانش، ولی ارزشش رو داره. منطقی نیست، امکان نداره. میگم یعنی واقعا ما را فقط برای این طراحی کردین که بریم با آدم رو خدمت کنی؟ اینقدر دوستمون نداشتیم؟ دوست داشتم. بالاخره هر کسی یه چیزی رو درست میکنه دوست داره، منطقی هم هست. دوست داشتن اونجوری نکه. دوست داشتن چیز اونجوری که یه بابا بچهش رو دوست داره. تو دلت بخواد اونجوری دوست داشته باشن؟ خب نیست که همه یه بابا دارن. من هم همیشه دوست داشتم یه دونه بابا داشته باشه. این چیه؟ من همیشه دلم میخواست یه بابا باشم، یه بابای واقعی. اما هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم. میفهمی؟ درک میکنی؟ برای همین شما رو خلق کردم که بچه هم باشی. بهم بگیم بابا بابا. اما خب یه ربات که نمیتونه یه آدم باشه. البته این تا وقتیه که تو زندگیم نبودی. الان که اومدی به زندگیم همه چیز فرق میکنه پسرم، فرق میکنه. یعنی از الان من میتونم بچت باشم؟ این آرزوی منه. یعنی میتونم بابا صدات کنم؟ آره که میتونی بابا. پسرم. پدرم میتونم صدات کنم؟ پدرم میتونی صدا کنی. دادی هم میتونم صدات کنم؟ دادی هم میتونی صدا کنی. خوفی هم میتونم صدات کنم؟ نه دیگه خودتو لوس نکن. من بابا بخشید، منم یه سوال میتونم بپرسم؟ خب آره بپرس. نه واقعا چرا سیویل؟ بابا ول نکنی. نه نه ولت برو.
قشنگ بابا. خیلی خوبیه بابا. بیا پسر. آفرین کلا بابا. برو. آی. بابا. پسرم تا تو یه شارژی بگیری من دوشمو گرفتم اومدم. چشم بابا. عقرب زلف کجت با قمر برینه تا قمر در عقرب کار ما کیه کیه در میزنه من دلم میزنه. تو دیگه کی هستی؟ من 67م. خودت کی هستی؟ منم 67م، یعنی بودم. بقیه همو نهیدی؟ نه، اینجا که چیزی نیست. تو اینجا چی کار میکنی؟ من قرار اینجا دیگه زندگی کنم پیش بابا. خاک تو سرت کنم. تو هم گولش خوردی؟ بارو زدتر خودت رو نجات بده تا دیر نشده. گول کی؟ عدس کی نجات بدم؟ بابامون. بارو بینیم بابا چرا مزخرف میگی؟ بابای به مهربونی. تازهشم به من گفتش که با بقیه 67 فرق میکنم. من 67 جهشیم. من دیگه بس خودم یه آدم کاملی شدم. قرار پسر واقعیش بشم از این به بعد. آره بعدش هم گفتش که من آرزو دارم بچه داشته باشم. ولی هیچ وقت فرصتش رو نداشتم. برای همین شما رو ساختم. بعدش هم ولی دیدم نشد که بچه‌ام باشید. ولی الان که تو اومدی دیگه شد. آره. آره تو از کجا میدونی؟ منم همینجوری گولش خوردم. خیلی وقت پیش یه بار تو همون فهمیدم که من با 67 دیگه فرق میکنم. تو همون؟ چجوری؟ همینجوری که داشتم تو همون کار میکردم و تمیزکاری میکردم برای خودم زمزمه میکردم، اونجا بود که فهمیدم من استعداد خوانندگی دارم. از اون به بعد دیگه هیچ وقت دلم نمیخواست پیش صاحبم کار کنم. آرزو داشتم خواننده بشم. همه مسخرم میکردن تا اینکه اومدم پیش بابا ببینم میتونه کمکمون کنه. اون به من گفت یه نیمچه صدایی دارم. بری کمکت نکرد؟ به نظرت شبیه کسایی هم که بهشون کمک شده؟ آخه واسه چی؟ واسه پول؟ آه واسش نه، یه لذتی هم داره، یه لذت شنگول منگولی. آخه چرا؟ چرا نه؟ من این همه خدمت کردم به پیشرفت تکنولوژی در کهکشان، نتیجه چی شد؟ این که میبینی؟ من اگه شما 67 رو درست نکرده بودم کی میتونست نسل‌های بعدی ربات ها رو درست کنه؟ ها؟ اما کور خوندن. من با کمک شما رباتی درست میکنم که تا صدها سال آینده هیچ رباتی نتونه رو دستش بیاد. اسمش هم میذارم 85. 85؟ چرا؟ نمیدونم، همینجوری. آخه چجوری با کمک ما میخواین درستش کنید؟ سوال جالبیه. ببین جانم، من از یکی دو سال پیش متوجه شدم در شما نرم افزاری وجود داره که یک باگی داره که میتونه خودش رو در هر شرایطی تطبیق بده. میدونی یعنی چی؟ یعنی من به کمک شماها رباتی میسازم که بتونه در هر جایی که قرار بگیره خودش رو تطبیق بده با شرایط. یعنی این که میگفتی من با همه 67 دیگه فرق میکنم دروغ بود؟ نه جانم، تو اصلا با همه فرق داری. دیدی؟ ببین، آپدیت تو کلن ماجرا رو تغییر داده. تا
تو یک جهشی هستی، بقیه در حد همین علاقمندی به موسیقی و نقاشی کردن و علاقمند به بازیگری و شعر و از این چیزان، ولی تو کلن داری آدم میشی. میدونی یعنی چی؟ یعنی میلیارد ها میلیارد مخ. من احمقو بگو که همه اون حرفایی که میگفتی بچه نداری آرزو بودی من پسرت باشم باور کرده بودم. اتفاقا پسر دارم، یه پسر مزخرف بی خودی، الان هم 100 ساله باش قهرم و ازش خبر ندارم. اصلا از رو قیافه نفس اون شما رو درست کردم تا با ربات اشتباه بگیرنش و از خجالت آب بشه نکبت با اون سبیل مسخره مسخرش احمق بیشون. من احمق بیشون رو بگو که فکر میکردم بابام پیدا کردم، اونم وقت خودم خانواده به اون خوبی داره. خب بله، ولی متاسفانه دیر فهمید. چرا دیر فهمیدم؟ خیلی به موقع فهمید. الان هم میرم پیش لونایی تا ابد با هم دیگه خوب و خوش قرارم زندگی میکنیم. خب اگه میتونی برو، فقط لطفا قبلش اون مادر بردت رو به من پس بده. اگه نخون بدم چی؟ نمیشه دیگه. نمیتون. من در شما نرم افزاری ساختم که وقتی پدرتون یک دستوری میده شما فقط باید بگید اطاعت پدر جان، چشم پدر جان. حالا مثل بچه آدم بشین سر جات و تکون نخور تا من کارم بکنم. درش تنگی خوبی؟ میگم مگه نگفت هرچی بگه ما باید گوش کنی؟ چرا گفت؟ ولی یادش رفت من با بقیه 67 رو فرق کنم. من 67 جیشی هم. ولی انصافا خوب کله میزنی ها، عجب صدایی هم داد. اونم تقصیر خودش شد. بهش میگم برو کنار بذار رد شی، میگه اگه میتونی رد شو. منم تونستم، حرفش هم گوش دادم. حالا میخوای با من چیکار کنی؟ نگران اونش نباش، یه جای خوب واسه سراغ دارم، یه مدت میذارم تو اونجا، بعد میگردم سر فرصت یه تن اسکوتی در حد نو پیدا میکنم. دستو در نکنه تکرتی. میگم کلی را با بریم، چطوری یه دهن واسه همون بخونی و سلام سر نره. جدی از صدام خوشت اومد؟ چی بخونم؟ هرچی عشقته. یه سلکشن کلاسیک دارم، همونه بخون. همونه بخون. نازم فزت. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم، طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم؟ پیش عشق زیبا زیبا خیلی گاندی؟ اه؟ شصف؟ بیرون چی کار میکنی؟ ایچی دارم زنجیر میچرخونم. چرا؟ چرا شو نمیدونم، آقا جون یادم داده باله نه؟ من خیلی خوشحالم که خانواده مثل شما دارم. با تمام ابلهیت خیلی تو سن دارم. بابا من که گفتم ببخشید، من فکر میکردم تو منو ول کردی رفتی، من کجا میدونستم تو رو گذاشتنه تو صندوق. حالا کوتا بیا دیگه، بذار بیام تو. به خاطر بچه هم آقا جو ادی خیلی زرنگه، نگران نباش حتما کارتو درست میکنه. نه را بهش فکر نکن لونا، همین یه مو وقت داره. اصلا شما زمان نمیفهمی نه؟ نه نمیفهم. منم نمیفهمم. جنه دیگه خون خونم میکشه دیگه. آره شما دوتا اون طرف نگاه کنی. اخوه تو این برای نگاه کنی، لونا اون برای نگاه کنی، دیوونه است.
دادی مگه ممنوعه است؟ نه قرص سردرده. چیز ممنوعه میخواد؟ نه بس چرا؟ بس چرا چی؟ چرا؟ چی؟ یه چی؟ حالا این ور نگاه کنی رفت رفت دیگه این ور نگاه کن بهتری؟ کی من بهترم؟ نه کجام بهتره؟ انگار توی من دارم پلوتونیوم غنی میکنم بابا. نمیدونی بر من چه گذشت؟ من نابود شدم. من نیم ساعت تو بازداشتگاه. آقا جون نیم ساعت برای شما نیم ساعت بود، برای من یک سال و اندی گذشت. تو چقدر سوسولی. نه سوسول نیست آقا جون، راست میگه. زمان برای آدم ها در شرایط یک سال با یک سرعت نمیگذره. بله نظریه نسبیت ماری چی دیگه؟ من که این چیزا سر نمیارم. زمان ما فقط یه نسبیت بود، مال انیشتن بود. اون جواد خدا بیامرز این چیزا رو خیلی بلد بود. خدا بیامرز. تاریخ مردانه. چقدر دروغ و خزعبد به شما گفتن آقا. خیلی آقا جون. خیلی. کیا؟ کیا تاریخ دانان مرد سلطه‌جویی که تاریخ رو به نفع خود مردها برداشتن تحریف کردن. مثلا همین نظریه نسبیت مال یک بانویی بوده به اسم ماریچ، یه شوهر زورگو داشته به اسم اینستاین. اینستاین برداشته اون نظریه رو مال خودش کرده. نه بابا جان شما، دوران مردسالاری همین بوده دیگه، اجازه نمیدادن که زنها نمو و روش بده کنن. ببین چرا نمیذاشن شکوفه بشن؟ چون می‌دونستن زنها باهوش‌تر از خودشونن، اینا بیان وسط کارو دست می‌گیرن. به همین دلیل بود که تمام زنان هنرمند و صنعتگر و دانشمند آثارشون رو به نام شوهراشون می‌زدن. بله. به نام شوهران و سلطه‌گر و دیکتاتورشون. بله. مثلا همین شاهنامه رو شما می‌شناسین؟ یک کتابه. بله، شاهنامه فردوسی. نه دیگه، نه دیگه. آقای فردوسی براش شاهنامه رو به اسم خودش کرده. درسته که تمام اون اشعار توسط زنش که اسمش پوپک فردوسی بوده سروده شده. بله، خوشبختانه با پیگیری‌هایی که البته انجام شد. شد انجام شد. بالاخره این آثار برگشت به صاحبین اصلیش که بانوان بودن. الان ما بهش میگیم شاهنامه پوپک. بله. بله. خیلی چیزای دیگه هم از اسی بلده، بگو بگو. بله، رومئو و ژولیت بانو خطابی. ولی میگفتم مالکی مال شوهر دزد غارتگرش که آثار هنری رو میدوزیده از همسرش. ویلیام شکسپیر. باورت میشه؟ منم باورم نمیشه. همه این آثار رو میدوزیده میذاره به نام خودش. حالا آثار راجب چیه؟ راجب تمام مردان پدرسوخته ای که در تاریخ وجود داشتن. اوتلو، مکبث. اسی خیلی باسواده. بله، من تاریخ همیشه 20 میشدم آقا جون. اگه من درس سوادم در چه ظلمی شده این بیچاره زن. خیلی خیلی ظلم شده. خیلی. بیا مثلا همه این نقاشیه اسمش چی بود؟ مونالیزا. آره مونالیزا. اینو دیدمش. اینم زنش کشیده؟ نه دیگه، نه دیگه، این خود نقاش زن بوده. ولی برای اینکه بتونه نقاشی کنه لباسای مردونه میپوشه. مردم بذارن نقاشی کنه. لئوناردو داوینچی. لئوناردو داوینچی اسمش. مونالیزا. این مونالیکای شما چرا مریخیه؟ این نسخه اصلیه دیگه. ببین قبلا زمینی‌ها مدعی بودن که داوینچی مال اوناست. ولی با پیگیری‌هایی که مریخیا کردن و شواهد تاریخی که جور کردن ثابت کردن که داوینچی کجایی بوده؟ مریخی بوده. تمام آثارش هم زدن به نام خود مریخ. اصلا مریخیا اینطوری هم هر سیاره‌ای که اساتیدش خوب صفر نچسبه میرن شواهد جور میکنن، مدرک جور میکنن، میزنن به اسم خودشون. ببینید چرا؟ چون تاریخ درست حسابی که ندارن، که اینا گذشته‌ای ندارن. که اون موقع که بانو مارکاپالا کل زمین داشته اکتشاف کرده، اینا تو قاراشون داشتن گامبوزکا نقاشون میگه چیزی نداشتن. حالا اینا برای ما آدم شدن ما رو ریپورت میکنن. دردی شدن به کی بگیرم؟ بسیار خوشحال بودن اینا. من میگم ایزی کارشو خوب بلدشون. اون برای نگاه کنیم بریم داخل. بیا خیلی خوب باشه. آقا ادی. ادی جان کجا بودی؟ مشتاق دیدار. آقا جون من یارو رو میشناسم. این ادی نی؟ آقا جون